درود بر شما پارسی زبانان سراسر دنیا. به ساند کافه خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و بعد از فعال کردن علامت زنگوله لایک و کامنت یادتون نره. کیم جونگ اون. کیم جونگ اون، زاده 8 ژانویه 1984، رهبر جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی و دارای عناوین دبیر اول حزب کارگران کره، رئیس کل کمیسیون مرکزی نظامی، رئیس کل کمیسیون ملی دفاع کره شمالی، فرمانده معظم ارتش خلق کره و عضو پریزیدیوم پولیت بوری کمیته مرکزی حزب کارگران کره است. وی همچنین در ژوئیه 2012 میلادی به درجه ژنرال 4 ستاره ارتقا یافت. او در زمان به قدرت رسیدن با 27 سال سن جوانترین رهبر کشور در جهان بود. در پی درگذشت کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی، رسانه‌های دولتی این کشور آغاز زمامداری کیم جونگ اون را اعلام کردند. روز دوشنبه 28 آذر 1390 برابر با 19 دسامبر 2011 تلویزیون دولتی کره شمالی که ساعتی قبل خبر درگذشت کیم جونگ ایل رهبر اعظم این کشور را گزارش داده بود اعلام داشت: کیم جونگ اون، پسر رهبر سابق با لقب جانشین بزرگ، جانشین پدر شده است. کیم جونگ اون سومین پسر کیم جونگ ایل است. او در سوئیس تحصیل کرده است. وی تا سال 1998 در مدرسه ای انگلیسی زبان در برن سوئیس درس می‌خوانده است. کیم به شکل دیکتاتوری حکمرانی می‌کند و انتخابات آزاد و عادلانه ای در کشور او وجود ندارد. منتقدان حکومت وی تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند. رسانه‌ها توسط رژیم کنترل می‌شوند. دسترسی به اینترنت توسط رژیم محدود شده و آزادی دین نیز وجود ندارد. رژیم او شبکه گسترده‌ای از زندان‌ها و اردوگاه‌های کار را اداره می‌کند که میلیون‌ها انسان را زندانی کرده و جانشان را گرفته است. رژیم او مردم را به جرائم سیاسی محکوم کرده و گاه اعضای خانواده مجرم سیاسی نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. بر اساس گزارش سازمان ملل، کره شمالی تحت نقض سیستماتیک گسترده و فاحش حقوق بشر زندگی می کند و رژیم کیم جونگ اون به دنبال تسلط بر هر جنبه ای از زندگی شهروندان خود است. در دهه 1950 پدر بزرگ کیم جونگ اون یک خودکامگی تکفردی موروثی را در کره شمالی پایه‌گذاری کرد. بین سالهای 2012 و 2016 کیم گسترده ترین پاکسازی در تاریخ کره شمالی را اجرا کرد. مدتی پس از به حکومت رسیدن در دسامبر 2013 وی جانگ سونگ تائک شوهر عمه خود را به خیانت متهم و جانش را گرفت. مؤسسه پژوهش راهبردی امنیت ملی کره جنوبی از گرفتن جان 140 افسر عالی رتبه ارتش و سایر مقامات دولتی در جریان این پاکسازی خبر داد. کیم افراد جوانتر و وفادار به خود را جایگزین آنان کرد و رهبری این گروه از مقامات را خواهرش کیم یو جونگ در دست دارد که در سال 2017 در سن 30 سالگی به عضویت دفتر سیاسی حزب حاکم درآمد. کیم جونگ نام محتمل ترین جانشین کیم جونگ ایل تلقی می شد. اما در سال 2001 در حالی که قصد داشت با یک گذرنامه جعلی وارد ژاپن شود بازداشت شد. وی در 13 فوریه 2017 برابر با 25 بهمن ماه 1395 در مالزی و فرودگاه کوالالامپور به مقصد ماکائو با دستمال آغشته به گاز اعصاب VX جانش گرفته شد. در آوریل 2018 کیم جونگ اون در نشست حزب کارگر کره اعلام کرد: آزمایشات تسلیحات اتمی و مهمات با برد بلند به حالت تعلیق در خواهد آمد
و خطوط راهبردی جدیدی دنبال خواهد شد که محور آن را ساختن اقتصاد کره شمالی تشکیل خواهد داد. وی یک تیم ورزشی از کره شمالی برای شرکت در مسابقات المپیک زمستانی در کره جنوبی اعزام کرد. این به معنی آمادگی ناگهانی رهبر کره شمالی برای تغییر سیاست مقابله به سیاست تعامل تعبیر شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون سه‌شنبه 12 ژوئن 2018 در هتل کپلا در جزیره سنتوزا سنگاپور دیدار کردند. رهبران دو کشور در مقابل دوربین خبرنگاران با هم دست دادن و پشت درهای بسته به طور مستقیم گفتگو و در پایان گفتگوها دو طرف سندی را امضا کردند. دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی نخستین دیدار سران دو کشور پس از پایان نبرد کره در سال 1953 است. سند امضا شده دارای 4 بند است که در آن ترامپ به ارائه ضمانت‌های امنیتی به رهبر کره شمالی و کیم نیز به خلع مهمات کامل اتمی متعهد شدند. نشست دوم کیم و ترامپ در روزهای 27 و 28 فوریه 2019 در هانوی پایتخت ویتنام برگزار شد. عمده مباحثات این نشست نیز مربوط به موارد نشست اول و بهبود اوضاع اقتصادی کره شمالی است. کیم جونگ اون فرزند کیم جونگ ایل و کو یونگ هی می باشد. برادر بزرگترش کیم جونگ چول در 1981 به دنیا آمده است. ولی کیم جونگ ایل کیم جونگ اون را برای جانشینی انتخاب کرده است. برادر ناتنی بزرگتر آنها کیم جونگ نام از مادری به نام سونگ هیریم در 1971 به دنیا آمده است. وی در سال 2001 قصد داشت با یک پاسپورت جعلی وارد توکیو شود و به دیزنی لند برود، ولی بازداشت شد و به همین دلیل از جانشینی پدر محروم گردید. کیم جونگ اون برخلاف پدر و پدر بزرگش رفتارهای غیر رسمی و خارج از قاعده را در انظار عمومی در پیش گرفته، سربازان را در آغوش می کشد و در کنار آنها و همچنین بازو به بازوی زنان در عکس‌ها ظاهر می شود. پدر و پدر بزرگ او کیم ایل سونگ هرگز در رویدادهای عمومی کنار همسرانشان ظاهر نمی شدند. در تاریخ 25 ژوئیه 2012 میلادی، رادیوی دولتی کره شمالی برای اولین بار تایید کرد که کیم جونگ اون رهبر جوان این کشور همسری به نام ری سول جو دارد. وی علاقه زیادی به ورزش بسکتبال دارد. دنیس رادمن، بازیکن سابق بسکتبال در NBA، در مارس 2013 از کره شمالی دیدن کرد و با کیم جونگ اون دیدار کرد. او در مصاحبه با گاردین گفت که وی دختری به نام جوئه به دنیا آورده است. از اواسط آوریل 2020 خبرهای زد و نقیزی از وضعیت سلامتی رهبر کره شمالی پخش شد و برخی منابع خبری از اعزام تیم پزشکی چین به کره شمالی خبر دادند. سپاس از همراهی شما مهربانان. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتونو برای ما کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.